بسم الله الرحمن الرحیم. سرخط خبرها. برپایی سوگواری خون و شمشیر در شهر مقدس کربلا. برپایی عزای توویریج ظهر عاشورا در شهر مقدس کربلا. برگزاری مراسم عزاداری شب عاشورای حسینی در مرکز ولیعصر پاریس. و ابراز نگرانی انجمن وکلای مسلمانان آمریکا از کشته شدن اخیر 4 شهروند شیعه آمریکایی. سلام بر حضرت ابا عبدالله و سلام به شما حسینیان. وقت بخیر. من مهدی بهنام با اخبارشی از امام حسین تیوی در خدمت شما هستم. شهر مقدس کربلا این روزها حال و هوای دیگری دارد. همزمان با آغاز صبح روز عاشورا، عزای پرشور غمزنی با حضور خیلی عظیم عزاداران حسینی در شهر مقدس کربلا برگزار شد. در 10 روز از ماه محرم، شهر مقدس کربلا شاهد حضور جمعیت میلیونی عزاداران کفن پوشی بود که برای مواسات با سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام چهره های خود را با خون خود سرخ کردند. مراسم سوگواری خون و شمشیر بعد از اقامه نماز صبح در شهر مقدس کربلا آغاز شد و تا پیش از اذان ظهر ادامه داشت. لازم به ذکر است این عزای مقدس مورد تایید بزرگ مرجع جهان تشیع آیت الله العظما سید صادق حسینی شیرازی دام مظله و بسیاری دیگر از مراجع اعظام تقلید می باشد. در این مراسم هیئت‌های مختلف از حسینی‌ها خود را به سمت حرم مطهر امام حسین علیه السلام حرکت داده و پس از انجام غمزنی در خیمه‌گاه حسینی و سپس صحن مطهر حسینی با عبور از خیابان بین الحرمین خود را به آستان مقدس عباسی رساندند و در صحن حرم حضرت عباس علیه السلام با غمه و شمشیر خون خود را در عزای سید و سالار شهیدان جاری ساختند. این سنت حسنه از زمانهای دور در شهر مقدس کربلا برگزار شده که البته در زمان حکومت بعث در عراق ممنوع شد، ولی پس از سقوط نظام بعث احیای این عزای مقدس دوباره همچون قرنهای گذشته در شهر مقدس کربلا از سر گرفته شد و تا کنون ادامه دارد. فاطمه موسوی، اخبار شیعه. گفتنی است این مراسم غمزنی به طور همزمان و زنده از 6 شبکه مجموعه رسانه امام حسین علیه السلام پخش گردید. ناگفته نماند در بسیاری از شهرهای جهان نیز مراسم غمزنی در صبح روز عاشورا برگزار شد. تصاویر برخی از این مراسم در کشورهای مختلف جهان را با هم ببینیم. Yeah.
دسته عزای توویریج ظهر امروز بعد از اقامه نماز ظهر و عصر در شهر مقدس کربلا به سوی حرمین شریفین به راه افتاد. این عزا از منطقه السلام آغاز شد و عزاداران پس از عبور از خیابان توویریج خود را به محورها و خیابانهای منتهی به حرمهای مطهر امام حسین و حضرت عباس علیهما السلام رساندند. خیل عظیم و میلیونی شرکت کنندگان در این مراسم با پای برهنه و در حالی که بر سر و سینه خود می زدند، هروله کنان حرمهای مطهر را طواف کردند. آنها همچنین با سر دادن ندای لبیک یا حسین اطراف خیمه ای سوخته که به یاد به آتش کشیده شدن خیمه های سید الشهدا علیه السلام برپا شده بود، گرد هم آمده و به عزاداری پرداختند. عزاداران با ورود به حرم سرور جوانان اهل بهشت و انجام عزاداری از بین الحرمین عبور کرده و با برپایی عزا در حرم حضرت ابوالفضل عباس علیه السلام عزای توویریج را به پایان رساندند. عزای توویریج از سالها قبل در شهر مقدس کربلا برگزار می شده و سوی علما مورد تأکید قرار گرفته و سید بحرالعلوم از علمای والا مقام شهر کربلا سالها قبل حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف را در این عزا زیارت کرده است. پس از 2 سال تعطیلی مراسم‌های مذهبی به دلیل کرونا، امسال محرم در سراسر دنیا حال و هوای دیگری دارد. مرکز فرهنگی ولیعصر عجل الله فرجه در جنوب شرقی پاریس در شهر ویلون سن جورج امسال پذیرای حضور پرشور جوانان هزاره افغانستانی بود. در دهه اول محرم 1444 هر شب نزدیک به 1000 نفر در مراسم عزاداری حسینی در منطقه وال دومار حومه پاریس شرکت نمودند. در این مراسم حجت الاسلام محمد موسی نوری از مبلغان هزاره مقیم ایتالیا درباره زمینه‌های تاریخی و اجتماعی واقعه عاشورا و قیام امام حسین علیه السلام سخن گفت. لازم به ذکر است مراسم عزاداری در این مرکز به سبک مداحان افغانستان از ولایات مختلف اجرا شد و حتی گروهی از مداحان هزاره از کویته پاکستان هم به زبان اردو نوحه خوانی کردند. نگاهی دوباره به مهمترین عناوین خبری. برپایی سوگواره خون و شمشیر در شهر مقدس کربلا، برپایی عزای توویریج ظهر عاشورا در شهر مقدس کربلا، برگزاری مراسم عزاداری شب عاشورای حسینی در مرکز ولیعصر پاریس، واکنش نماینده سابق پارلمان کویت به اظهار نظر وزیر تبلیغات و اطلاع رسانی درباره تعطیلی روز عاشورا، یکی از هولناک‌ترین جنایت‌های ضد بشری رخ داده در ایالات متحده آمریکا در چند روز اخیر کشته شدن 4 شهروند شیعه آمریکایی بوده است. انجمن وکلای مسلمانان آمریکا نسبت به کشته شدن اخیر این 4 شهروند شیعه در روزها و مکانهای مختلف در آلبوکرک نیومکزیکو و اطراف آن ابراز نگرانی کرد. در پی کشته شدن 4 شهروند شیعه آمریکایی در شهرها و ایالت‌های مختلف آمریکا، انجمن وکلای مسلمانان آمریکا بیانیه‌ای صادر کرد. این انجمن در بیانیه‌ای که اخیراً صادر نموده و نسخه‌ای از آن به خبرگزاری اخبار شیعه رسیده، این گونه بیان کرده که از نظر مجریان قانون این قتل‌ها به هم مرتبط بوده و قربانیان در کمین قرار گرفتند و احتمالاً آنها به خاطر نژاد و مذهب خود مورد هدف قرار گرفتند.
AMBA در این بیانیه تأکید کرده که به نظارت بر وضعیت ادامه خواهد داد. همچنین این انجمن در بخشی از بیانیه صادر شده اسامی قربانیان را محمد احمدی، محمد افضل حسین، آفتاب حسین، نعیم حسین معرفی می کند. AMBA در بخشی از بیانیه‌اش به مساجد و مراکز شیعی در سراسر کشور آمریکا توصیه نموده که در آستانه روز عاشورا و پس از آن برای تمامی برنامه‌های عزاداری در طول محرم و صفر امنیت را افزایش دهند. لازم به ذکر است جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در صفحه توییترش نسبت به این موضوع همدردی نموده و گفته من از قتل هولناک 4 مرد مسلمان در آلبوکر خشمگین و ناراحت هستم، در حالی که ما منتظر نتیجه تحقیقات کامل هستیم. دعای من با خانواده قربانیان است و دولت من قویاً در کنار جامعه مسلمانان است. این حملات نفرت انگیز جایی در آمریکا ندارد. علی اکبری، اخبار شیعه. در این باره ساعتی قبل گفتگویی داشتم با مجتبی اخوند، مدیر سازمان مسلمان آزاده، و از ایشان پرسیدم علت افزایش چشمگیر خشونت‌ها بین شهروندان آمریکا چیست؟ سلام و رحمت الله به شما و بینندگانتون، خیلی ممنونم. سوال بسیار به جای هستش. ببینید، یه بعد عمیق‌تری در مسئله وجود داره که چرا خشونت بین افراد زیاد شده. متاسفانه در خاورمیانه این خشونت در فرم داعش بروز پیدا کرد و خودش رو نشون داد که سنی های تندرو هیچ نوع تحمل همزیستی مسالمت آمیز بین خودشون و اقلیت ها و مذاهب دیگه نشون نمی دادن و بروزش رو در سوریه و عراق دیدیم. ما آدم کشی هایی که اتفاق افتاد به علت اینکه هیچ نوع تحملی برای شخص مقابل ندارن. در اروپا و امریکا هم این مسئله سالیان سال هستش، با این فرق که معمولا کشورهای اروپایی و امریکایی اینها میزبان مهاجرینی هستن که از کشورهای شرقی به کشورهای غربی میرن. در کشورهای در قاره اروپا و در امریکا این تحمل کردن افراد مختلف معمولا به علت مهاجرت اقتصادی و یا سیاسی این افراد بوده. حالا اتفاقی که افتاده اینه که افرادی مثل رئیس جمهور سابق امریکا آقای ترامپ و یا دولت مردان مختلف در اروپا که نمونهش رو در دانمارک دیدیم، در سوئد دیدیم، در بلژیک دیدیم، در آلمان دیدیم، در فرانسه دیدیم، اینها میان ترویج عدم تحمل زندگی مسالمت آمیز میکنن برای اینکه رأی بیارن و نه کمک میکنه به رأی آوردنشون، بلکه باعث میشه که افراد برای اینکه مخالفت خودشون رو با یه شخص دیگه نشون بدن دست به هر کاری بزنن. این اتفاقی که در امریکا افتاده، نیو مکزیکو، ضد سیاه پوستان انجام شده، ضد سرخ پوستان امریکایی انجام شده، ضد آسیایی ها به معنای کشورهای خاور دور انجام شده، ضد مسلمان ها قبلا پراکنده انجام می شده، ولی در یک شهر بیاد 4 نفر به علت مذهبشون که هنوز البته موضوع در دست تحقیق هستش که مطمئن بشن علت مذهب بوده و یا نه، و احتمال زیاد هم بوده. خب نمیخوایم مهر و برچسب این نوع خشونت رو به این مسئله بزنیم، چون شاید هم چراغ سبزی بشه برای دیگران که خب پس دیگران دارن انجام میدن، ما هم انجام میدیم، پس باید محتاط رفت جلو. خب باید ما به این بُعد نگاه بکنیم که علت افزایشیه و فرهنگ سازی بشه. پیشنهادی که من دارم برای ارگان‌های انسانی هستش که باید فرهنگ سازی بکنیم که مردم زندگی مسالمت آمیز با هم داشته باشن، هر نوع اختلاف عقایدی که هست باشه. ممنون از شما. وزیر تبلیغات و اطلاع رسانی کویت با صدور بخشنامه خطاب به اداره های دولتی
تعطیلی و عدم حضور کارمندان شیعه در روز عاشورا را ممنوع اعلام کرد و گفت در صورت عدم حضور در محل کار توبیخ خواهند شد و حقوقشان کسر می شود. در واکنش به این اظهارات وزیر اطلاعات و وزیر تبلیغات و اطلاع رسانی کویت، نماینده سابق پارلمان کویت آقای صالح عاشور توییتی منتشر کرد. عاشور در توییت خود این اظهار نظر را تبعیض آمیز و فرقه گرایانه توصیف کرد و نوشت جناب وزیر تبلیغات این چنین بخشنامه های غیر قابل قبول هستند. وی در ادامه نوشت غیبت پرسنل در ایام عادی مجاز بوده و حساسیتی نداشته، ولیکن غیبت در روز عاشورا و در سال روز شهادت امام حسین علیه السلام غیر مجاز است و از حقوق کارمند کسر و توبیخ می شود. صالح عاشور همچنین نوشت این چنین بخشنامه هایی باعث فرقه گرایی می شود، باید این دستور کار را لغو کنی و صادر کننده آن را توبیخ نمایی. مروری دوباره به سرخط خبرها. برپایی سوگواره خون و شمشیر در شهر مقدس کربلا. برپایی عزای توبریج ظهر عاشورا در شهر مقدس کربلا. برگزاری مراسم عزاداری شب عاشورای حسینی در مرکز ولیعصر پاریس. ابراز نگرانی انجمن وکلای مسلمانان آمریکا از کشته شدن اخیر 4 شهروند شیعه آمریکایی. و واکنش نماینده سابق پارلمان کویت به اظهار نظر وزیر تبلیغات و اطلاع رسانی درباره تعطیلی روز عاشورا. در پایان این بولتن خبری شما را دعوت می‌کنم به دیدن تصاویر مراسم عزای خیمه سوزی در شهر مقدس قم ظهر عاشورا که توسط آقای عماد خبرنگار افتخاری اخبار شیعه از قم برای ما ارسال شده. یا علی مدد، خدا نگهدار. I'm gonna go to the hospital.